به نام خدای یکتا و مهربان. بینده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما و نثار یک و یک شما عزیزان بیننده باد. برای هر کدام شما از دربار خدای یگان آرزوی صحت، سلامتی و تندرستی میکنیم و امیدوار هستم همیشه جور و صحتمند باشین و دور از تمام ویروس ها، بخصوص ویروس کرونا. و برای وطنداران دردمند خود در داخل کشور نیست، چون انتهای میکنیم که الله پاک اونا را از شر تمام مصائب نگه داره و صلح واقعی به کشور ما باز کرده و وطنداران ما شریعی هم معاملگر و خائن و وطن فروش و جاسوس و بیگانه پرست نجات پیدا کنند. روز دوشنبه است، 7 فوریه 2022 میلادی، ساعت 32 به وقت تورنتو 2:01 بعد از ظهر. خب بینده گرامی، ممنون شما از تمام لطف و محبتتان که پیام میگذارین، ما رو تشویق میکنین و همیشه تاج سر ما هستین. فقط یادآور میشم که سر از فردا احتمالاً شاید هم صورت نگیره، ولی بازم احتمالاً سکتگی های بسکنده که در برنامه های تلویزیون به خاطر مسافرت که ما در پیش رو دارم صورت بگیره، ولی شاید صورت نگیره. شاید اگر صورت هم بگیره بسیار اندک خود باشه، و اگر صورت بگیره ما پیش از پیش از شما مزد میخوایم، ولی یقین دارم که همه کارها رو برا میشه و برای شما برنامه بسیار جالبی را در عالم مسافرت هم به نشر خواهیم رساند. پس همیشه با ما باشین، در هر کجا که هستین با ما باشین تا همگی یک جا باشیم. گزارشاتی را از گوشه و کنار وطن برای شما انتخاب کردیم که یکی پشت دیگر تقدیم میکنیم. امیدوار هستم مورد توجه شما عزیزان بیننده قرار بگیره. امشب چند خبرهای کانادا را هم فعلا تقدیم میکنیم، در برنامه امروز صرف شب برنامه نداریم. بیننده گرامی، در جریان برنامه شما خواهد شنیدین که ملل متحد بخش تحریم هایش و همچنین حکومت پاکستان آیسته آیسته یک سلسل اعتراضاتی را صدایش بلند کردن. مثلا شورای امنیت ملل متحد بخش تحریم هایش گفته که در ماه اکتبر پسر اسامه بن لادن به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالب ها دیدار کرده. و همینطور طالب ها حوادثی که در پاکستان صورت میگیره و صورت گرفته در این چند روز، جدای طالبان بلوچستان مشکلات بر حکومت پاکستان خلق کرده، پاکستان هم اعلام کردن که کاسه صبر ما در برابر طالبان لبریز شده. البته این خبر است، یک خبر از جانب ملل متحد و یک خبر هم از جانب پاکستان، اما احتمال از این میره که منطقه، نه تنها کشور ما، البته من در این رابطه زیاد حرف برای گفتن ندارم، اگر دوستایی که بیشتر حرف دارن برای گفتن میتونن زنگ بزنن، ولی من این دو خبره که کنار هم قرار دادم به اصطلاح خوب تجزیه و تحلیل کردم. من فکر میکنم که منطقه در حال تغییر اکسس جریانات است، یعنی این کشورهایی که از افغانستان و پاکستان و ایران و ترکمنستان و ازبکستان و ایرمینا احتمالا در حال تغییر است. شما پیش از اینکه سال 2000 پیش بیاید، خوب یاد دارین نقش هایی را کشیده بودن برای سال 2000 که کشور ما به این شکل بود و پاکستان به یک شکل بود و ایران دو پارچه شده بود و هر کش پاکستان سه پارچه و افغانستان سه پارچه اینا. و آل ما فکر میکنم که اونمون نقشه در آل تطبیق است و احتمال از این داره که کشورهایی که در این منطقه هستن و اینا از سال هاست که مشکل داره، چی افغانستان، چی پاکستان، چی ایران، اینا قسمت هایی از خاک خود از دست بدن و قسمت هایی از خاک دیگران را به دست بیارن. و همی که از ابتدا اینا دولت به تعویل طالب ها دادن ولی گفتن حکومت سرپرست، شاید هم یکی از دلایلش همین باشه که جهان هنوز هم کسایی که به اینا اعتماد کردن، اعتمادشان
طولانی مدت نباشه، کوتاه مدت باشه. و امی بلند کردن سر و صدا که پسر اسامه بن لادن از افغانستان دیدن کرده، طالب ها با القاعده هنوزم رابطه دارد، ترکستان هنوزم در افغانستان آزاد هستن، از خاک افغانستان عملیات های را انجام میتن، پاکستان میگه که بس از کاسه صبر لبریز شد که شما بی اقلا. خود از این پیام است که پیام عزیز که اینمی دست نشان داد عمرشان کوتاست، یا یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، هرچی که باشه، ولی برحالش اینا را موقتی آوردن بر کرده ملت ما نصب کردن. اما در همین شش ماه کارهای بسیار زیاد را هم انجام دادن برای پاکسازی کردن. خب دقت کنیم بیدار گرامی، من پیشترم گفتم شاید من اشتباه کنم، خب هر کسی که عمل میکنه اشتباه میکنه، بخصوصا در مسائل سیاسی حرف هیچ کس قبول نکنین، ولی به تحلیل ها گوش کنین، خودتان در پایان قضاوت خود داشته باشین. و من فکر میکنم که طالب عمرش از بین رفتن، رضایت مردم جذب کرده نتانست، در داخل افغانستان مشکلات زیاد خود داره، زندان هایی که ساخته، ای مردم ها که اذیت میکنه، آزار میده، این تمام از این شرایط برای اونو بهانه‌ای که در بالا اشاره کردم آماده میسازه و شاید هم تکان نخوره، کسی نمیفهمه، چون پالیسی غرب کم پیچیده تر نسبت به پالیسی روسا، روسا بسیار ساده هم میتونست بفهمه، اما از غرب کم مشکل است. ولی به هر حال اگه اینا برن گریدگی بیایه، اگه به اصطلاح طرح تجزیه پیش بیاید، این که ما بگوییم ما نمیخواییم، ما افغانستان آزاد میخواییم، سر برن میخواییم، چیزها را یک کمک آدم به دستکنی خود بیرون کنه، برای ازی که ما هیچ وقت آن چیره که خواستیم به دست ناوردیم، اما آن چیره که بیگانه برای ما آورده او را هم پذیرفتیم، کف هم زدیم، استقبال هم کردیم. پس هیچ اختیار نداریم که شاید از امی لحظه تعداد از وطنان ما بگه که ما نمیگذاریم تجزیه شود. اگر اینا بخواید تجزیه شود، شما باور کنید بیدای گرامی در یک روز تجزیه میشه و هیچ کس هم صدای خود بلند نمیکنه و به مو پیمانه رسیده. شما در این روزا ببینید که حرکت هایی که شروع شده، چی در پاکستان و چی در داخل افغانستان، مسئله تجزیه و حکومت، تغییر حکومت و اینا، کل از اینا یادتون باشه که حرفای هوایی نیست و این سیاست مدارا هم چی در افغانستان و چی در بیرون، اینا هم کسایی نیستن که هوایی صحبت کنن، با ارتباطات که دارن و با وابستگی که دارن بعض قسمت از حرفا رو شاید بفهمن. به خاطر امیدوار هستم که هر آدسی که میایه ما کاری کرده نمیتونیم، ولی یک کار کرده میتونیم که دعا کنیم که دیگه وطنداران ما، هموطنان ما، تو پیشتر گفتم کار عزیز ما ساختن نیست، چیک چیک بزنیم، من میارم شاید چندین نفر بگین چیک بزنیم که والله که بانم، به خدا که بانم، ولی اون کار کرده نمیتونیم، ولی یک کار کرده میتونیم که دمیش زمستان بیاری وطنداران در مندتان بشتابین. امروز گزارش ها را که شما برین تعقیب کنین، هموطنان ما در سر از سرازی شدن برف و خنک و یخبندان اینا جانهای خود از دادن. ما تنها کاری که فعلا انجام داده میتونیم بیدای گرامی امیست که جهان مردم ما را فراموش کرد، جهان وطن ما را، وطن ما را فراموش نکردن. در این وطن رازهای زیاد است که این قدرت ها و ابر قدرت ها سالهای سال در این کشور باقی میمانن، ما تو بخواییم یا نخواییم باقی میمانن. اما آنچه که باعث تشویش است ایست که جهان مردم ما را فراموش کرد و مردم ما در داخل کشور، اموی که حتی پول داشت، اموی که حتی زندگی داشت، امو هم امروز سیاه ترین روزهای زندگی خود سپری میکنه، امو هم روزای بسیار سخت و دشواری را به سر میبره. پس ما شما این کار را تقل انجام داده میتونیم که بیاری وطنداران خود بشتابیم، دست را بگیریم، دست را
از زمین بلند کنیم، عشقی از رخسار پاک کنیم، لبخند بر لبان سرد جاری بسازیم، نیروی بخشیم پدران و مادران پشت خمیده و بیکس و تنها را. این کارا را اگه ما شما انجام بدیم اجر کمایی میکنیم. در مسائل سیاسی ما بارها گفتیم بیده گرامی، بازم تکرار میکنم، خب این خود ما حداقل 40 سال است که شامل این جریانات هستم و خدا در مسائل سیاسی ما شما براندازی اکثر سوزن صلاحیت تصمیم گیری نداریم. یک داد میزنن، گروه پاره میکنن. خب بودن کسایی که حرفشان وزن نداشت، حرفشان سنگینی داشت، اما اونا دیگه در جمع ما نیستن. اونا را دشمنا وقت شناسایی کرده بود از بین برد و کسایی هم که میتونستن برای ما مؤثر واقع شدن، چنان اونا را از لحاظ شخصیتی خرد ساختن که قابل اعتماد نیستن، در حالی که شاید اونا هم ارزوهای داشته باشن بدر که برای وطن خود خدمت کنن. به هر حال بین که به این نقطه خلاصه بسازیم صحبت حال را که به فکر این چیز نباشین، به فکر نجات انسان مظلوم و دردمند و بیگناه و بیدفاعی وطنتان در چهار گوشه کشور جنگ زده ما باشین. این کاری است که شما انجام داده میتونین با امید از اینکه الله پاک روز همین مردم ما را از شر این همه مصائب و بدبختی نجات بده و صلح واقعی، صلحی که واقعا متضمن برگشت آرامش و امنیت در کشور ما باشه به وطن ما باز کرده. به چند گزارش توجه شما را جلب میکنم. درخواست آلمان برای تحقیق و بررسی فوری مکان بازداشت شده زنان محترس. سفارت آلمان برای افغانستان که در حال حاضر از قطر فعالیت دارد در مورد بازداشت زنان محترس ابراز نگرانی کرده و خواهان تحقیق در مورد محل نگهداری آنها شده است. این سفارت امروز دوشنبه 18 دلو با نشر تویتر گفته است که این زنان شجاع پس از اعتراض و استفاده از حق آزادی بیان ناپدید شدند. سفارت آلمان برای افغانستان در این تویت گفته است که باید در مورد محل نگهداری زنان بازداشت شده به گونه فوری تحقیق و بررسی صورت بگیرد. سفارت آلمان در حال از وضعیت نامعلوم بازداشت شده ها ابراز نگرانی میکند که روز گذشته نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با معاون سیاسی رئیس الوزرا در مورد ناپدید شدن زنان محترز ابراز نگرانی کرده بود. گفتنی است که تا کنون سازمان عفو بین المللی، اتحادیه اروپا و رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان و سایر نهادهای حامی حقوق بشر در جهان خواهان رهایی زنان محترز در افغانستان شده اند. چند پیش که کنفرانس هایی که برگزار شد بینده گرامی، ما اعتراضات خود داشتیم در مورد برگزاری کنفرانس و همچنین در مورد شرکت کننده ها و هنوز هم ما بالای حرف خود استاده استم و میگم که اگر قرار است بعد از این کنفرانس های در سطح افغانستان برگزار شود و اگر قرار است بعد از این در رابطه با آینده وطن ما، در رابطه با آینده سرنوشت انسان های وطن ما صحبت های شود در جامعه بین المللی، بهتر است که از نسل جوان کار گرفته شود. از نسل جوان و آزاد اندیش ما، یک تعداد تمام جوانان نمیم، یک تعداد جوانان ما سخت گرویده شدن بین شخصیت پرستی و رهبر پرستی و اینا، خط از اینا جداست، اونا چهره های مشخص هستن، اما به هزارها جوان با درد و با احساسدگی ما داریم که دلهایشان به خاطر نجات وطن و مردم میتپه، اما چون نه پول دارن و نه قدرت ایست کس سراغ از اینا نمیره. کوشش کنیم، ما برای شما جوانان نازنین خطاب میکنم، میگم که کوشش کنین که خود تثبیت کنین در سخنرانی ها، در محافل، در مجالس، در هر کجایی که موقع مساعد میشه توانایی سخنرانی دارین سخنرانی کنین، توانایی نوشتن دارین نوشتن کنین، تا بالاخره با رشد شما
تجاران سیاسی آیسته آیسته گوشه انزوا رانده شد. در غیر از او اگر شما گوشه نشینی میکنین، عقل نشینی میکنین و دل سرد میشین، بازاری معاملگران و تجاران سیاسی روز تا روز گردتر میشه، چون اینا در 20 سال با تمام سفارت خانه دارد، با تمام دزدی ها و خیانت ها آشنا هستند. هر کدام از اینا پروژه هایی هستند که به خاطر پول حاضرن دست به هزار فجایع و فساد و بدبختی و مصیبت و حتی خود فروشی بزنن. پس یکان راه نجات ما و شما امیست که جوانان ما رشد کنن، جوانان ما داخل صحنه شون تا اینا خود به خود میدان خالی کنن. اما تو که از گذشته گفتن نو باید ظهور کنه که جای کنه رو بگیره. تا زمانی که نو ساکت و آرام است، باور کنید که اینمی کنه ها بازار داره، بخصوصا همی کسایی که در انجهو کار کردن، کسایی که پروژه‌ای هستن، و خدا که اینا برابر اکثر سوزن احساس مسئولیت در برابر وطن و مردم ندارن، مگر احساس مسئولیت در برابر بانکای حسابات بانکی خود دارن که ما باید یک روز خالی شوه، باید هر روز بر تعداد پولهایشان اضافه شوه. پس امیدوارم جوانان عزیز ما بعد از این بیشتر کار کنن و توکل خدا که در این رابطه ما هم کارهایی را انجام میتیم، با دوستا کار کرده میریم که چی وقت نتیجه میته من به شما گفته نمیتونم، ولی من سخت آرزومند هستم که نسل جوان امروز که با زیور علم و دانش آراسته است، این نسل ما پیشگام شود و ما به دنبالشان باشیم. ما باید خود ما از این سن 50 یا 55 به بالا خود ما بسیار داوطلبانه و عاشقانه با مسئولیت خودت تقاعد بتیم، اجازه بتیم که نسل جوان داخل شوه. نسل جوان امروز با اندیش های امروزی آشناست، با زبان امروزی آشناست، با علم امروزی آشناست، با تکنولوژی امروزی آشناست، با زد و بند های سیاسی امروز آشناست. چون نسل جوان امروز اگر 3 سال در اینترنت است 3 سال مطالعه میکنه، اگر ما 3 سال در اینترنت هستیم 3 سال در اینترنت یا تیک تاک کار میکنیم یا فیسبوک کار میکنیم یا کار دیگه، اونا هر روز بر داشته های علمیشان میفزنیم. پس تکان بخورید و همگی شما را امایتان خواهد کرد. آقای ملک ستیز نقد بر اتحادیه اروپا برگزار کننده روز زنان نوشته کرده که خدمت شما تقدیم میکنم. حمایت از زنان افغانستان یکی از بهترین برنامه های اتحادیه اروپا است که توجه همه را برانگیخته است، اما نحوه راه اندازی این برنامه 3 نقیضه کلان داشت. نخست، آجندای این نشست ناتوانی داشت. این آجندا نتوانست پیام محکم به جهان و به مردم افغانستان بسپارد. آنچه از این برنامه به دست آمد پیام های تکراری بود. انتظار می رفت اتحادیه اروپا در این روز سفارشنامه یا منشوری را برای حمایت از زنان افغانستان تصویب کند و پیش شرط هایی را به جامعه طالبانی و نقش جهانی تحویل از آن عامه می کرد. دوم، نمایندگی زنان مشروعیت نداشت. آیا برای اتحادیه اروپا دشوار بود تا زنان دادخواه را از جاده های کابل، هرات، مزار شریف، ننگرهار، بامیان و دیگر ولایت به قلب اروپا می آورد تا سخن گویند و از دردها، گرسنگی، وابستگی و وحشت زنان بنالند و بگویند؟ اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین دفاتر منطقی خود را در افغانستان دارد. بیشترین سفارت های اروپایی از طریق قطر برای افغانستان فعال هستند، مگر نسل جدید و فعال زنان چی کم دارد؟ از زنانی که به گونه تکراری در دوران کرزی و غنی بهترین دوستان غرب بودند و در مجامع بین المللی برایشان فرش سرخ هموار می شود. من مخالف آنها نیستم، بگذار بیاین، اما تریبیون را باید زنان مستحق در اختیار داشته باشند، نه زنان تکراری. سوم، کرسی های خالی. آیا برگزار کننده های این روز نمی توانستند ماموریت ها و سفارت های اما دولت های اتحادیه اروپا را قانع سازند تا در این روز جهانی برای زنان افغانستان به مجلس بیایند و کرسی ها را خالی نگذارند؟ در مجامع بین المللی وقت کرسی ها خالی هستند معنایش کم اهمیت بودن آجندای عمان روز است. کرسی های خالی بر روان بینندگان این بحث ها که از ورای رسانه ها پخش می شود اثر ناگوار میگذارد. رسانه های اجتماعی تصویر بدی از این نشست نمایش دادن. نقد، نیشخند، درد و بغض گلوی گروه های زیادی را در فضای مجازی فشرد.
اتحادیه اروپا باید کارکرد خود را بررسی و تحلیل کند. اتحادیه اروپا باید صادقانه و با شفافیت این روز را تحلیل و بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد: آیا زنان افغانستان شایسته چنین برنامه بودند؟ انتظار ما از اتحادیه اروپا بیشتر و حتی والاتر از این است. اسکای نیوز گزارش داده که زندان هرات زیر اداره طالبان از کارمندان حکومت پیشین پر شده است. این تنها یک گوشه کشور ما. راپورهایی که به تلویزیون امید 24 میرسه، ترسان سیاه دلی از خدا بیخبر طالبان در هر ولایت زندانهای شخصی باز کردن و شبانه روزی مردم را به شکل بسیار وحشیانه اینا اجازت میکنن. و بالاخره یادتان باشه در فردای سقوط این تروریست ها آنقدر فیلم و از جنایات و وحشت و ظلم از اینا بیرون شد که شاید تاریخ نظیرش نیده باشه. با گزارش از سیدی 24 در مورد زندان هرات توجه شما را جلب میکنه. مشت نمونه خروار است. حالا شما عد بزنید در 33 ولایت دیگر ما چه جریان دارد. شبکه اسکای نیوز در گزارش گفته است که اکثر زندانیان هرات کارمندان حکومت پیشین هستند که بدون هیچ محاکمه در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. ما گزارش خبرگزاری جمهور این گزارش که امروز دوشنبه هفتم فوریه منتشر شده افزوده که زندان مرکزی هرات جایی برای زندانی ندارد و در هر سلول بیش از 40 مرد زندانی هستند. برخی از زندانیان گفتند که حدود 5 ماه را در این سلول ها گذراندن. آنان میگن هیچ محاکمه یا روند قضایی را تعیین نکردن. والی طالبان در هرات نیز گفته است که آنها فقط حدود 1 ماه پیش سیستم دادگاهی شهری را راه اندازی کردند. یکی از زندانیان در حالی که مجروح است گفته است که بسیاری از زندانیان کارمندان سابق دولت است. این زندانی افزوده است: اما ما را بدون هیچ مدرک و محاکمه به اینجا آوردن. ما نمیداریم چه زمانی قرار است بیرون بیاییم. والی طالبان که خبرنگار اسکای نیوز را امرای میکرده سخنان این زندانی را قطع کرده و به مترجم دستور داده است که آن را ترجمه نکند. اسکای نیوز نوشته است که طالبان به جامعه بین المللی قول دادند که برای همه کارمندان دولت سابق یا کسانی که در کنار نیروهای خارجی کار میکردند عفو عمومی اعلام کردند، اما شواهد نشان میدهد که این وعده عملی نشده. این رسانه به ناپدید شدن حالیه عزیزی رئیس سابق بخش زندان زنان هرات اشاره کرده و نوشته است که یکی از افراد بود که نامه یسای طالبان در مورد عفو در صورت بازگشت به کار دریافت کرده بود. عزیزی در 2 اکتبر از طرف نبیخیل رئیس عمومی زندان هرات تماس تلفنی دریافت کرده و با وظیفه فراخوانده شده است. او خانه را با مقصد زندان ترک کرد و طبق مدارک تلفنی که از شرکت مخابراتی محلی به خانواده حالیه عزیزی داده شده، آخرین تماسی که دریافت کرده از طرف رئیس زندان هرات بود. خانواده حالیه از آن زمان تا کنون او را ندیدند. رئیس زندان هرات اما در گفتگو با اسکای نیوز تاکید کرده است که نمیداند چی اتفاق برای خانم عزیزی افتاده است. اما او در ادامه گفته است که معتقد است حالیه عزیزی فاسد است. اموال زندانیان را دزدیده و برای درخواست پناهندگی به کشور دیگری فرار کرده است. رئیس زندان طالبان در هرات گفته است اگر او اینجا می بود من قطعا در مورد آن میدانستم. این ایده که ما به نهای مسئول ناپدید شدن هستیم ساختگی است. نظر خانواده خانم عزیزی بسیار متفاوت است. آنها متقاعد شدند که حالیه در بند استخبارات طالبان است. محمد زیاد شوهر عالی عزیزی گفته است که او هرگز به خارج از کشور نرفته است. او گفته است که او یعنی عالیه هرگز بدون ما نمی رود. او 2 پسر دارد. او به ما گفت که ما زندگی او هستیم. این دروغ است که رد آنها را بپوشانیم. با نوشته اسکای نیوز طالبان به شوهر عالیه عزیزی هشدار دادند که در مورد ناپدید شدن همسرش سکوت کند و زیاد سر صدا نکند. او از ترس اینکه وضعیت او را بدتر کند به این شرط پایبند بوده است، اما اکنون میگوید که دیگر نمیتواند سکوت کند. او میگوید نزدیک به 5 ماه از ناپدید شدن او میگذرد. من باید صحبت کنم. گفتنی است که طالبان اخیرا در کابل نیز 4 نفر از زنان معترض را بازداشت کردند، اما مسئولیت آن تا کنون پذیرفته نشده. مقامات طالبان میگن در تلاش پیدا کردن ناپدید شده ها هستند.
برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. در ابتدا برای شما در رابطه با زد و بندهایی که حرکت هایی که در منطقه شروع شده اشاره کردم، حال توجه شما رو به گزارش از شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سفر بن لادن و تشویش پاکستان از طالب ها جلب میکنم. بحث بسیار جالب است. یادآور میشم که در گزارش از شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سفر پسر اسامه بن لادن رهبر کشته شده القاعده به افغانستان در جریان ماه اکتبر سال گذشته میلادی سخن رفته است. گزارش بازم از استیجی 24 با هم یک جا تعقیب میکنیم. 8 صبح نوشته است: در گزارش از شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سفر پسر اسامه بن لادن رهبر کشته شده القاعده به افغانستان در جریان ماه اکتبر سال گذشته میلادی سخن رفته است. مقام های افغانستان این گزارش را تایید نمیکنند. تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد در این گزارش که به تازگی نشر شده است گفته که گروه های تروریستی خارجی از القاعده در شبه قاره هند گرفته تا جنبش اسلامی ازبکستان نسبت به سالهای اخیر از آزادی های بیشتر در افغانستان برخوردارند و پسر اسامه بن لادن در ماه اکتبر برای ملاقات با مقام های حکومت جدید از این کشور بازدید کردند. در این گزارش گفته شده است که حکومت جدید هیچ کاری برای محدود کردن فعالیت‌های تروریستی خارجی انجام نداده است و هیچ نشانه مبنی بر این که اقدامات برای محدود کردن فعالیت‌های تروریستی خارجی در کشور انجام شده باشد وجود ندارد. گزارش سفر عبدالله پسر بن لادن را به افغانستان یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد داده است. در این گزارش گفته شده است که امین الزواهری رهبر فعلی القاعده از وضعیت سیاسی مناسب برخوردار نیست، هرچند گزارش های درباره مرگ او نیز نشر شده است. طبق گزارش رسانه ها یکی از دستیاران اسامه بن لادن رهبر مقتول القاعده نیز در اواخر ماه آگوست به افغانستان برگشته است. گفته شده که او باشنده ولایت ننگرهار بوده است. در گزارش تیم پشتیبانی سازمان ملل متحد و تیم نظارت تحریم ها آمده است که شاخه القاعده در شبه قاره هند به رهبری اسامه محمود و عاطف غوری معاون او در ولایت های غزنی، المان، قندهار، نیمروز، پکتیا و زابل علیه حکومت پیشین افغانستان جنگیدند. نیروهای القاعده برای شبه قاره هند در این گزارش بین 200 تا 400 تن یاد شده و نیز گفته شده است که این افراد ممکن است بیشتر از افغانستان، هند، بنگلادش، میانمار و پاکستان باشند. گزارش میگوید که القاعده پس از تبریکی پیروزی طالبان به عنوان امارت اسلامی سکوت استراتژیک خود را حفظ کرده است. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز نگرانی شده است که نیروی داعش شاخه خراسان از 2200 تا 4000 نفر افزایش یافته است. دلیل افزایش نیروی داعش رهایی چندین هزار زندانی در هنگام سقوط دولت پیشین گفته شده است. یکی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که نیمه از جنگجویان داعش شاخه خراسان شهروندان خارجی هستند. در این گزارش آمده است داعش هر چند قلمرو محدود در شرق افغانستان را کنترل می کند، اما می تواند حملات گسترده و پیچیده مانند بمبگذاری های میدان هوایی کابل را اجرا کند. در این حمله 170 شهروند غیر نظامی افغانستان و 13 آمریکایی کشته شدند. حکومت سرپرست از مبارزه جدی با داعش سخن گفته است. در گزارش گفته شده است که کشورهای عضو تخمین میزنند که اگر افغانستان وارد عرج و مرج شود ممکن است برخی از جنگجویان خارجی به داعش که توسط ثناءالله غفاری رهبری می شود بیعت خواهند کرد. در گزارش در مورد آزادی رفت آمد اعضای گروه تندرو فعال در کشورهای آسیای میانه نیز اشاره شده است. گفته شده است که سفارت های کشورهای آسیای مرکزی مستقر در کابل با نگرانی مشاهده کردند که رهبران این گروه ها آزادانه به افغانستان سفر کرده اند. همچنان در گزارش گفته شده است که حکومت جدید علیه تحریک اسلامی ترکستان که به جنبش اسلامی ترکستان شرقی معروف است و علیه چین فعالیت میکند اقدام کرده است. این اقدامات در ولایت های شمال شرق انجام شده است. تیم پشتیبانی سازمان ملل متحد و تیم نظارتی تحریم ها چنین گزارش هایی را هر دو سال یک بار به عنوان بخشی از تلاش ها جهت اعمال تحریم ها علیه القاعده و گروه داعش آماده میکنند. در این زمان روزنامه پاکستانی گفته است که صبر اسلام آباد در مقابل طالبان در افغانستان به آخر رسیده است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در مطلب نوشته است که ظاهرا صبر مقام اسلام آباد در مقابل طالبان در افغانستان به آخر رسیده است. این روزنامه آورده است که به دنبال حملات اخیر جدایی طالبان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای دولتی این کشور، مقام ها در اسلام آباد برای اولین بار طی چند ماه اخیر از گفتن سخن خود در پرده خودداری کرده و استفاده از خاک افغانستان
افغانستان علیه پاکستان را محکوم نمودند. پاکستان معتقد است که تمامی حملات نیروهای مخالف دولت پاکستان از خاک افغانستان برنامه‌ریزی و اجرایی می‌گردد. دفتر مطبوعاتی ارتش پاکستان دیروز یکشنبه در بیانیه‌ای نوشت توریست‌ها از آن سوی مرز در خاک افغانستان برای نیروهای مرزبانی در ولسوالی کرم در خیبر پختونخوا آتش گشودند که 5 سرباز در این حملات جان خود را از دست دادند. بیان افزوده است که نیروهای مرزبانی پاکستان نیز به تیراندازی این جنگجویان پاسخ داده و تلفات سنگین به آنها وارد کرده است. ارتش پاکستان در بیانیه‌اش تاکید کرده است که اسلام آباد استفاده توریستان از خاک افغانستان برای فعالیت علیه پاکستان را محکوم می‌کند و انتظار دارد که دولت موقت در افغانستان در آینده اجازه چنین فعالیت‌های دیگر را ندهد. روزنامه اکسپرس تریبیون اعلام می‌کند که این اولین بار است که اسلام آباد با لحن تند استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را محکوم می‌کند، در حالی که در گذشته پاکستان سعی می‌کرد است که رویدادهای مشابه را کم اهمیت جلوه بدهد. حتی پاکستان زمانی که با تخریب حصارهای مرزی در امتداد خط دیورن از سوی نیروهای امنیتی طالبان مواجه شد، آن را یک مشکل محلی عنوان کرد. اما اکنون به نظر می‌رسد کاسه صبر پاکستان در مقابل دولت موقت طالبان در افغانستان لبریز شده، زیرا طالبان با توجه به وعده‌های پیهم همچنان نتوانستند خواستهای پاکستان را فراهم سازد. مقام‌های طالبان همواره در تمامی دیدارهایشان با مقام‌های خارجی به ویژه مقام‌های پاکستانی تاکید کردند که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشور را نخواهند داد. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنیم. بینده گرامی، یادآور میشیم که برنامه خبری برای کانادا و آنتاریو تا یک مدت معطل میباشه، ولی به زودی پس دوباره شروع خواهد شد با خبرهای تازه. و تا حال که خبرهایی را که ما نشر کرده بودیم بازم از آقای برشنای نظری ژورنالیست بسیار موفق و شناخته شده وطن سپاسگزار هستیم که بیشتر خبرها رو اونا برای ما تهیه میکردن. حال توجه شما رو به گزارش دیگه از سیدی 24 افغانستان در یک نگاه جلب میکنم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگه که گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افزایش گروه های تروریستی خارجی در افغانستان واقعیت ندارد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز دوشنبه با انتشار اعلامیه گفته که در این گزارش هیچ گونه شواهد اسناد و مدرک مبنی بر این ادعا وجود ندارد. در بیان آمده است که از زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به قدرت رسیده، امنیت کامل در کشور تامین شده است. طالبان گفتند که به کسی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تهدید صورت بگیرد. این در حال است که تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد به تازگی در گزارش گفته که گروه تروریستی خارجی از القاعده در شبه قاره هند گرفته تا جنبش اسلامی ازبکستان نسبت به سالهای اخیر از آزادی بیشتری در افغانستان برخوردارند و پسر اسامه بن لادن در ماه اکتبر برای ملاقات با مقام های حکومت جدید از افغانستان بازدید کرده. در این حال حکومت طالبان از مبارزه جدی با داعش سخن گفته و مقامات بارها گفتند که داعش تهدید بر افغانستان محسوب نمی شود. یک هنرمند افغانستانی یک معموله 20 تنی زباله را از پایگاه هوایی بگرام جمع‌آوری کرده و به عنوان تحفه به مردم امریکا فرستاده است. با گزارش خبرگزاری جمهور، عزیز هزاره هنرمندی که در کابل و برلین فعالیت دارد، یک معموله 20 تنی زباله را از پایگاه هوایی بگرام، جایی که زمان بعث پایگاه اصلی نظامیان ایالات متحده در افغانستان استفاده می‌شد، جمع‌آوری و راهی امریکا کرده است. روزنامه نشنال امارات متحده در گزارش میگوید که این معموله پس از عبور از اقیانوس هند و اطلس در راه بازگشت به امریکا است. هزارا به این روزنامه گفته است که سفر این زباله ها تا یک سال طول خواهد کشید و هدف آن دنبال کردن زنجیره تامین جنگ در برابر حراس افغانی است. با گفته او این معموله زباله از مسیر بنادر بین المللی و شهرهایی که قبلا سربازان و تجهیزات امریکایی از آنجا عبور میکردند تا به افغانستان برسند فرستاده شدند. او تصریح کرده است که هدف نهایی این معموله رسیدن به امریکا خواهد بود. ازاره آن را از جای خود به مردم امریکا خواند. از سوی هم مقررات بر واردات زباله به امریکا وجود دارد. ایالات متحده به طور معمول زباله را به جنوب آسیا میفرستد، اما این معموله از نظر فنی به عنوان هنر طبقه بندی می شود. روزنامه به نقل از آقای ازاره نوشته است وقتی این زباله ها برسد آن زمان متعلق به امریکایی هاست. وقتی در امریکا باشد نمی توانید آن را لغو کنید.
دیمیتری مدیدوف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگه که اگر پولهایی را که ایالات متحده در افغانستان خرج کرد عقلانه مصرف میشد، این کشور را به گلستان روی زمین تبدیل میکرد. وای در تازه ترین اظهارات خود بیان داشت پولی که در مدت بیش از 20 سال در افغانستان خرج شده است و برای مقاصد کاملا متفاوت استفاده میشد، نمیدانم کجا رفتن. احتمالاً به نوعی در معاملات فاسد حیف میل شد و اگر نمیشد میتوانستن به نظر من افغانستان را به گلستان روی زمین تبدیل کنه. پیش از این وای از شرکت کنندگان در سازمان همکاری شانگهای خواست تا در مورد پروژه‌های مشخص فکر کنند تا با آن افغانستان از بحران اقتصادی بیرون شود و ثبات در این کشور فراهم شود. از گذشته ها گفتن که چی گفتن؟ بله، از گذشته ها گفتن که خواستن توانستن است و اگر عزم کنیم هر ناممکنه ممکن میسازیم. آیا با ما موافق هستین؟ خب اگر موافق نیستین به این گزارش توجه کنین. باور کردنی نیست اما حقیقت داره. ماکس پرت 3 سال پیش به خاطر ابتلا به نوعی از سرطان خون در شفاخانه بستری بود و تحت درمان کیمیایی بود، ولی امروز او برنده مدال طلای المپیک پکن در رشته سنوبورد شد. ماکس پرت بعد از این پیروزی گفت که پیروزی او نشان میدهد که هر چیز امکان پذیر است. ماکس که 27 سال دارد با این پیروزی اولین مدال کانادا را در المپیک زمستانی امسال پکن کسب کرد. او بعد از این پیروزی گفت که پیروزی او نشان میدهد که هر چیز امکان پذیر است. ماکس که اهل کوبک است پیروزیش را حاصل بزرگترین نبرد زندگیش میفهم. یعنی هیچ وقت در زندگی ناامید نباشیم، هر چیز امکان داره. کانادایی هایی که واکسین شدن در صورت ابتلا به کووید تا 3 ماه بوستر نزنن. کمیته علمی مشورتی واکسین کانادا، کانادا نشنال ادوایزری کمیته، گفتن که کسانی که کاملا واکسین شده اند اگر دچار کرونا شوند از زمان بروز علائم یا از زمان مثبت شدن تستشان حداقل 3 ماه برای بوستر صبر کنند. کمیته مذکور گفته فاصله بین زمان ابتلا و زمان زدن واکسین یعنی بوستر هرچی بیشتر باشد بهتر است، زیرا سیستم دفاعی بدن ایمنسازی بهتر انجام خواهد داد و اثر واکسین برای مقابله با اومیکرون یا سویه‌های بعدی ماندگارتر خواهد بود. چند هزار نفر از مخالفان محدودیت های کرونا در تظاهرات شنبه و یکشنبه در داونتاون تورنتو شرکت کردند. پلیس سحرگاه امروز دوشنبه مشغول باز کردن سرکای داونتاون برای عبور و مرور روز دوشنبه بود. اغلب این سرک ها با قرار دادن سرویس ها توسط پلیس بسته شده بود. تظاهرات مقابل مجلس قانونگذاری اونتاریو یعنی کوینز پارک و به موازات تظاهرات رانندگان لاری در اتاوا برگزار شد. تظاهرات تورنتو که در 2 روز آخر هفته ادامه داشت عمدتا مسالمت آمیز بود و فقط 2 نفر دستگیر شدند. پلیس بعض از سرکای نزدیک کوینز پارک را در روز دوشنبه همچنان بسته نگه داشت. پلیس تورنتو گفت موفق شده در طول گردمایی ها 2 روز اخیر لاری ها را از منطقه اطراف کوینز پارک دور نگه دارد. و به ترتیب میرسیم به پایان سرویس اخبار که امیدوارست مورد توجه شما عزیزان بیننده قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از توجهتان، سپاس فراوان از اینکه با ما بودین. تا برنامه بعدی من با شما عزیزان خداحافظی میکنم. هر کجای کسین آبتان سرد و نانتان گرم باشه و یادتان باشه با ما باشین تا همگی یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ قی نگهدار یک و یک شما عزیزان بیننده باد.